همه شما درود می‌فرستم. در آستانه روز جهانی زن، گرمترین درودهای ما نثار زنانی که برای آرمان برابری به پا خواستند، از خود گذشتند، راه را برای دیگران گشودند و عصر تازه‌ای را در جهان بشری نوید دادند. خوشحالم که امروز این گرد همایی رو که به موضوع برابری و بردباری اختصاص یافته در برلین برگزار میکنیم. از کوشش تمام مدافعان حقوق زنان در آلمان که در اینجا حاضرند، به خصوص خانم پروفسور زوسموت که برای این گرد همایی تلاش کردن، تقدیر میکنم. دوستان عزیز، جهان ما در دو قرن گذشته بارها از جنبش‌های برابری طلبانه زنان به اوج رسیده است. از جنبش‌های بزرگ زنان برای حق رأی و حق انتخاب شدن، تلاش برای کسب حقوق و آزادی‌های فردی، از جمله حق تحصیل، حق مالکیت، حق طلاق، حق ارث، حق دست مزد برابر و افزایش سهم زنان در سیاست و اقتصاد، تا مبارزات فداکارانه زنان در جنبش‌های آزادی بخش و ضد استبدادی. اما متاسفانه پیشروی آرمان برابری امروز با دیوار عطوری مواجه شده که بنیادگرایی اسلامی است، نیرویی که اگرچه با نسل‌کشی، تروریسم و اشاعه تبعیض تمام منطقه و جهان را به خطر انداخته، اما بیش از همه با زنان دشمنی دارد. به همین دلیل امروز در سراسر خاورمیانه روزگار زنان یکسره با ناامنی، سرکوب، آوارگی، کشتار و اسارت آمیخته است و بنیادگرایی فراتر از خاورمیانه کل اروپا و سایر نقاط جهان را تهدید می‌کند. با این همه من می‌خواهم بگویم که راه نجات و پیروزی هست و راه حل وجود دارد. هماورد بنیادگرای اسلامی نیروی زنان است. راه حل در جنبش مقاومتی است که به نیروی زنان و رهبری زنان اعتقاد دارد و این زنان هستند که پیشتاز این نبردند. دوستان عزیز، دوستان عزیز، حضار محترم، اجازه بدهید ابتدا به چگونگی شکلگیری بنیادگرایی اشاره کنم. ظهور بنیادگرایی ناشی از عوامل متعددی، از جمله شرایط اجتماعی و تاریخی و سیاست‌های بین‌المللی است. وقایع بزرگ قرن بیستم نیز هر کدام در شکلگیری بنیادگرایی یا تشدید آن تأثیر داشت، اما هیچ کدام به اندازه به حاکمیت رسیدن آخوندهای مرتجع در ایران تعیین کننده نبوده است، به خصوص که این رژیم برای نخستین بار یک الگوی حکومتی برای گروه‌های بنیادگرا ارائه کرد، گروه‌هایی که اکنون منشأ ترور و جنگ در منطقه و سایر نقاط جهان شده اند. ولی آیا چنان که برخی میگویند بنیادگرایی سفارای جهان اسلام در برابر غرب و مشخصاً رویاروی اسلام با مسیحیت و یهودیت است؟ خیر، واقعیت این است که اصل دعوا نه میان اسلام و مسیحیت است، نه میان اسلام و غرب، و نه حتی بین شیعه و سنی،
بلکه دعوا میان آزادی با اسارت و استبداد است، میان برابری با ظلم و زن ستیزی است. و راستی چرا بنیادگرایی بیش از همه کینه و خشونت خود را متوجه زنان کرده و می کند؟ اولا بنا به طینت عقب ماندهش زن ستیز است. ثانیاً چه در تجربه سال 57 در ایران، چه در تجربه سایر کشورهای منطقه، با موج عظیمی از آزادی خواهی و برابری طلبی که در محور آن رهایی زنان قرار داشت، مواجه بوده و هست. به همین دلیل بنیادگرایی در کانون خود دشمنی با زنان را قرار داده و از طریق سرکوب زنان کل جامعه را سرکوب و مرعوب می کند. ولی باید تصریح کنم که بنیادگرایی یک واکنش تدافعی در برابر جنبش آزادی و برابری است و بی تردید در برابر عزم ملت‌های خاورمیانه برای پیشروی و کسب آزادی و برابری دوام نخواهد آورد. آزادی پیروز است و ارتجاع نابود، شکی در آن نیست. دوستان عزیز، مقابله با بنیادگرایی نیازمند یک راه حل همه جانبه، از جمله یک پاسخ فرهنگی است. بنیادگرایی با دستاویز قرار دادن اسلام از آن به صورت سلاحی برای تهاجم خود استفاده می کند. پس پاسخ در آنتیتز بنیادگرایی، یعنی یک اسلام دموکراتیک است. باید تأکید کنم که این دو ضد تمام عیار یکدیگرند. یکی ایدئولوژی استبدادی است، دیگری دین آزادی که حاکمیت را مهمترین حق مردم می داند. یکی مدافع تبعیض دینی است، دیگری اسلامی است که مدافع حقوق برابر برای پیروان سایر ادیان است. یکی انحصار طلبی و دوگماتیزم است، دیگری اسلام بردبار که احترام نسبت به صاحبان عقاید و ادیان دیگر را ترویج می کند. یکی دیانتی تحمیل شده با زور است، دیگری اسلامی است که هر گونه اجبار و اکراه در دین را رد می کند. یکی آیین زن ستیزی است و دیگری اسلام برابری زنان. این آن حقیقتی است که از حدود نیم قرن پیش مجاهدین خلق ایران با تاکید بر آن بنیادگرای اسلامی را به چالش کشیدند. درباره این دو اسلام مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران گفته است: یک اسلام پیام‌آور ظلمات است و آن یکی پرچمدار آزادی و یگانگی و رهایی. اما نبرد بین این دو که در این حال جنگ سرنوشت برای مردم و تاریخ ایران هم هست، یکی از مهمترین حلقه های قدر انسانیت معاصر است. حالا باید به این سوال پاسخ بدهیم که از نظر سیاسی راه حل بنیادگرایی چیست؟ امروز در آسیا و آفریقا گروه‌های مختلف بنیادگرا به ویرانگری و ترور تحت نام اسلام مشغولند و جنایات آنها که تا پاریس، بروکسل
و کوپنهاگ امتداد پیدا کرده، جامعه بشری را به خطر انداخته است. راستی راه مهار این خطر چیست؟ و نقطه کانونیان کجاست که اگر فرو بریزد پدیده بنیادگرایی به پایان خود رسیده است؟ پاسخ را باید در مقابله با دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران یافت، چرا که این رژیم قلب مشکل است و حمایتش از دیکتاتوری بشار اسد و مالکی در سوریه و عراق باعث ظهور شبه نظامیان بنیادگرا و داعش شده است. بر همین اساس سکوت در مقابل دخالت‌های فاشیسم دینی حاکم بر ایران در سوریه، عراق و سایر کشورهای منطقه و همکاری با آن به بهانه مقابله با داعش یک اشتباه بزرگ استراتژیک است. خام‌خیالانه است که از آتش افروز بخواهیم که آتش را خاموش کند. به عکس سیاست صحیح این است که از رژیم ملاها در عراق و سوریه خلعیت شود. رژیم ایران پایه‌گذار اغلب جنایت‌ها و پلیدی‌هایی است که گروه‌های بنیادگرا با تقلید از الگوی حکومت آخوندها بخشی از آن جنایت‌ها را تکرار کرده و می‌کنند. راستی در دو دهه آخر قرن بیستم چه کسی سنگ سار را رسمیت بخشید؟ چه کسی چشم درآوردن و دست و پا بریدن را به عنوان مجازات وارد قوانین خود کرد؟ چه کسی بیشترین شمار زندانیان سیاسی را از جنگ جهانی دوم به این سو قتل عام کرده است؟ در تاریخ معاصر اولین بار چه کسی فتوای قتل یک نویسنده خارجی را صادر کرد؟ و چه کسی خلافت ارتجایی را دوباره زنده کرد و الگو قرار داد؟ بله، همین رژیم ولایت فقیه، پدرخوانده تروریسم، دشمن ملت‌های خاورمیانه و تهدید اصلی صلح و امنیت جهان. به مناسبت روز جهانی زن باید اشاره کنم که خمینی و مزدوران او چنان رذالت‌ها و تعدیاتی به ویژه در زندان‌ها علیه زنان مرتکب شده اند که هنوز است مکتوم و بازگو نشده باقی مانده است. حقیقت این است که جنایت‌های تکان‌دهنده ماه‌های اخیر گروه داعش که قلب‌های مردم جهان را به درد آورده تنها بخش اندکی از فاجعه است که 36 سال است بر مردم ایران حاکم شده است. در سطح منطقه نیز همین رژیم بود که تروریسم تحت نام اسلام را بنیاد گذاشت. خوشبختانه امروز رهبران جوامع غرب با صراحت کامل حساب اسلام را از بنیادگرایی جدا می کنند، چنان که خانم مرکل صدر اعظم آلمان در سخنرانی خود گفت ترور به نام اسلام اهانت به خداست. ولی این کافی نیست، باید پایه‌گذار، پشتیبان و هدایت کننده پدیده بنیادگرایی در جهان امروز یعنی رژیم ایران را هدف قرار داد. به همین دلیل به زیر کشیدن این رژیم یعنی پدرخوانده داعش یک ضرورت مبرم نه فقط برای مردم ایران بلکه برای تمام منطقه و جهان است.